همینا تو جیبشون، همدازشم برای بازجوی حاضرم. بسیار خوب، مرسی.
حقیقتاً راست گفتند که اصفهان نصف جهانه. اشته حقیقی من از اون روزی شروع میشه که در امتحانات قبول شده بودم و با نهایت خوشحالی به طرف منزل میرفتم. میخوام ملجه بدم که در امتحاناتم قبول شدم. بپرس. بله، از من بپرس. تک اکتا فرمایشی بود؟ از من میپرسی فرمایشی بود؟ مادر منه. میفهمی مادر یعنی چه؟ فکر نمی کنم. خفه شو. حیف پدرم که تو جای اون آمدی. خفه شو. احمق. من تو رو بزرگت کردم. تو جای پدرم آمدی. برادرمو که 10 سال پیش از خونه بیرون کردی. حالا نوبت منه؟ خیلی خوب، من حرفی ندارم. ولی بدون تا من زنده ام نمیذارم دست هر کس و ناکسی روی مادرم دراز بشه. فهمیدی؟ منو تهدید میکنی؟ احمد، آروم باش. این جای پدرتون. جای پدر من؟ هرگز. کاش اونقدر شعور داشت که میفهمید وظیفه یک پدر چیه. چی گفتی؟ مادر، اون شیر پاکی که من دادی قسم میخورم که نگذارم دست این پست‌کثرت روی تو دراز بشه. بهتره نفهم، حرف دهنتو بفهم، وگرنه هر چه دیدی از چشم خودت. اون برادرم بود که از این حرفا میترسید، نه من. بیشم. آقا رضا، چه کار میکنی؟ خفه شو زلیته. پسر بیشر منه میزنی؟ آقا رضا! برو گفت زنی که. نمیدونم حالا چیکار کنم؟ کشتمش. احمد، هر چی نباید پیشه شده تو باید هر چی زودتر فرار کنی. چطور تنها بگذارم؟ احمد، پیش من هستی. اگر اینجا بمونی خود تو به کشتم میدی. اگر بری اقلا میدونم زنده هستی. برو تهران، شاید برادرتو پیدا کنی. چجوری برادرمو پیدا کنم؟ علامتی که رو دست تو هست برادرت هم داره. هر طوری شده اونو پیدا کن. بیا این پولو بگیر، هر چی دارم همینه. ولی احمد جون مواظب باش در زندگی مثل من تو سری خور نشی. بیچاره مادر. وارد تهران شدم. هرچی گشتم برادرم رو پیدا نکردم و هرچی پول داشتم خرج کردم. از در آن روز گرسنه و خسته. خوب بازی کردی. چیکو بده تا سهمتو بدم. خوب بازی کردم؟ چه
چه کیفی آقا؟ چه کیفی؟ این ده سهم تو. نه آقا، من با کارهای شما شریک نیستم. به نظرم کمته. بیا اینم چند تایی دیگه. نه مرسی. ما بمیریم ناز نکن دیگه. ناز چیه؟ برم کنید به جهنم. بریم بابا بلش کن. کار پیدا نمی شد یا کاری که پیدا می کردم قادر به انجامش نبودم. هر چی خواستم نتونستم فکر اون سه نفر دوز رو از سر بدر کنم. تصمیم گرفتم اونها رو پیدا کنم تا اینکه یک روز یکی از اونها رو در خیابون دیدم. رفی، شریک قدیمی خود رو نمیشناسی؟ شریک؟ ببخشید آقا، اشتباه کردی. نه جونم، اشتباه نکردم. رفقات کجا هستن؟ باهاشون کار دارم. بریم. حاجی، بلند شو بابا، مهمون آوردم. به به، آقا پسر درستا، چه عجب. اونا، چرا اون اونجا آوردی؟ ما چه میدونیم اون کیه؟ چه میدونیم پلیس نباشه؟ بیاره کلو، و خودم چند تا چیز ازش بپرسم. خب، برای چی اینجا اومدی؟ اومدم اون پولی که خودتون میخواستیم به من بدین بگیرم. پول؟ از کجا معلومه که مأمور آگاهی نباشی؟ من؟ آره تو؟ چرا میخندی دیگه؟ آخه منو چه به مأمور آگاهی؟ میگم شاید تقیی پوره فرسته بته. آره، تا از کار ما سر در بیاره. راست میگه؟ حوالی من راست چه بگو، احمق؟ اگه جلو بیان جلو تو پاره میکنم. جلو نیا. تو بمیری، من این فکرشو قبلا کرده بودم. اما بدون اگه مأمور آگاهی بودم همون روز دستگیرتون میکردم. نه مأمور آگاهی هم نه تقیقوره منو فرستاده. فقط چون کاری پیدا نکردم و احتیاج به پول دارم میخوام با شما کار کنم. فهمیدی؟ فکر نمیکنم به سر بدی باشه. اگه حاضر با ما کار کنه ما حاضری. راست میگه بابا، بسر بدی نیست، ولش کن. چی رو ولش کنم؟ این منو گرفته. خب، حالا دیگه حاضری با هم کار کنی؟ ببخشید، سرچشمه از کدوم طرف میرم؟ شما باید از این طرف بری، بپیچید سمت چپ. بله، راست برید میرسید برد. سرچشمه منظرت میخوام، نفهمیدم، فرمودید از این طرف؟ از اینجا برید میگون فردوسی. بله، آخر فردوسی توستونه. بپرسید نشونتون میدم. خیلی متشکرم، متشکرم. چمدونه؟ چمدونه؟ چمدونه؟
بچه ها ببینید چقدر طوله خدامونا ماشین برمید فرار کنید یالا سوار شید قسمتمون رو برداریم خیلی پول لازم بریم نه به این کندی چیه؟ نفهمیدم سب کن حالا میفهمیم کارمون به اینجا رسته که این به ما دستور میده تو رو خدا دعوا نکنیم دعوا کردن کار خوبی نیسته حسن آقا باست ببینیم چی میگه شاید نقشه مخشه داشته باشه خوب فهمیدی یه نقشه خوبی دارم خیلی وقت بود میخواستم عملی کنم اما بیپولی نمیدم حالا که این پولا دستمون رسیده میخوام نقشه رو عملی کنم نقشه من سرم نمیشه من پولم رو میخوام واسه حرفشو بزنه بابا راست میگه نقشه من اینه اول باید هر کدوم چند دست لباس نو بخریم تا بتونیم خودمون رو جای آدمای حسابی جا بزنیم دوم یه منزل حسابی کرایه کنیم و از همه مهمتر یه اتومبیل نو و محکم که تونگی بتونیم کارامونو با اون بکنیم من که خیلی راضیم های مفهوم خیلی خوب پردا اول وقت باید بریم لباس بخریم الو آقای میرایی رو بفرستید اینجا فرمایشی بود قربان بفرمایید بنشینید چند هفته است که روزنامه ها راجع به این چند نفر دوز به ما حمله میکنن شما چه اطلاعاتی دارید؟ قربان خود بنده چندین روز مشغول تحقیق هستم فقط تنها چیزی که فهمیدم اینا چهار نفرن همین دیگه نه کسی اونها رو میشناسه و نه مدرکی از خودشون باقی میگذارن که بتونیم اونها رو تعقیب کنیم ولی آقا شما باید الو بله قربان بله کاملا واردم قربان برای اینکه بله اطاعت میشه بسیار خوب رئیس بود میگفت چرا تا به حال اقدامی برای دستگیری این چند نفر نشده در هر صورت باید هر چه زودتر برای دستگیری اونها اقدام کنید. خیلی خوب قربان، من خودم شخصا پی این کار خواهم رفت. بفرمایید برید سر کارتون. بچه‌ها براتون یه قضیه اسباب بازی خریدم. ببینیم چطوره. بح عجب اسباب بازیه پس پشنگاش کو پشنگاش دست منه اول یه شرطی باید باهاتون بکنم بعد بهتون بدم چه شرطی؟ شرط بر اینه که هیچ وقت نباید به طرف کسی شلیک کنیم نه پلیس و نه شخصی حالا لابد میخوایی بدونی چرا
همونطوری که میبینیم چون تا به حال دزدی کردیم و به کسی صدمه جانی نرسوندیم به گیر شهربانی نیفتادیم، اما وای به حالمون اگر یک نفر پاسبان یا شخصی رو بکشیم یا زخمی کنیم. اون وقت دیگه خلاصی نداریم و فوری از بین میریم. فقط این تپانچه ها رو برای ترسوندن اشخاص باید مصرف کنیم و بس. اگر بخوایم شلیک کنیم باید تبایی باشه، اونم وقتی من دستور بدم. خب قبول دارین یا نه؟ تازگی ها خیلی دستور میدیم. من دستور بیجا و بی خود نمیدم، کارای من رو حسابه. راست میگه بابا، چرا اینقدر سر به سرش میذاری؟ آره چرا اینقدر سر به سرش میذاری؟ تا وقتی نبود که ما آخته به دوزی میکردیم. خیلی خوب، حالا کم میگیری رضایت بدی؟ هیچی بابا. حالا اگر اجازه بدید نقشه فردام رو بگم چیه. من یه مغازه ساعت سازی سراغ دارم که زیادم جنس داره. هر روز سر ساعت یک بعد از ظهر مغازه میبنده. من امروز صبح ساعتمو دادم که درست کنه و قرار فردا سر ساعت یک برم بگیر. فردا ما باید سر ساعت یک جلوی مغازه باشیم تا وقتی که بیرون میاد مغازه رو ببنده. اون وقت گفتم ماشین روشن نگه دار. چرا خاموش کردی؟ حالا خاموش کردم میگه چی؟ تو بالاخره یه پس کتک حسابی من نوشتون میکنی. یکی؟ یکی؟ من میرم جای کار دارم، شبم شاید برم سینما، منتظر من نباشه. چرا میزنی؟ تا پوزه تو به من نخندی. منم به احمد میگم کتکم زدی. خدایی نکرده مگه کر هستیم؟ بله. چطور؟ پر از کجا فهمیدین من چی گفتم؟ من از حرکت لبهای شما میفهمم. خیلی معذرت میخوام آقا، نمیدونستم. اختیار دارید، شما من از مرگ نجات دادید. ممکن است شما خواهش کنم نهار رو منظور ما تشریف بیارید؟ نه دیگه، مزاحم نمیشم. خواهش میکنم. خیلی خوب، بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. مری، مری جان. الان میام. چه خبرته؟ آمدی مری جان؟ آقای احمد فاضلی. خوش وقتم. ایشون امروز منو از مرگ نجات دادن. چطور؟ قدری بی احتیاطی کردن، نزدیک بود با اتومبیل تصادف کنن. اگر احمد خان نبودن من حتما از بین رفته بودم. فکر میدونی؟ حالا زمین میاد بکنی سر میز جریان تعریف کنی. خواهرم به ها رو معرفی میکنم. آقای احمد فاضلی.
خب دیگه حالا بریم غذا بخوریم. بفرمایید. پس خدا رحم کرد. اگه اینقدر بی‌احتیاطی نمی‌کرد به این روز نمی‌افتاد. چه باعث کرد شانسم این بود؟ بفرمایید. مرسی، به قدر کافی تر شد. معذرت می‌خوام، ممکنه بفرمایید شغل شما چیه؟ در ادارات بزرگ وقتی زیاد پول جمع میشه من نمایندگی دارم پولا رو تحویل بگیرم و به بانک برسونم. من نمیدونستم که بانک های همچین نماینده ایم دارن. البته این کارا ابتکاریه. ما فعلا چهار نفریم و خیال داریم عده رو زیاد کنیم. فهمیدم. شما متأهل هستین؟ نه خیلی. چطور؟ جوانی مثل شما هنوز ازدواج نکرده؟ چرت کنم. من دختره به شما فرصت ازدواج نمیدم. اینطوره؟ نه خیر خانم، اینطور نیست. شما چند سال دارید؟ 32 سال. حق با شما. در اینکه هنوز شما بچه هستید. ممکنه؟ شاید. نیری جان، چرا حرفی میزنی که ناراحت بشم؟ جعفر، شما میزه جمع کن. این شما هستین؟ بله، 9 سال داشتم. چقدر موقع لاغر بودیم؟ بس که شیطون بودم. خوب به هم میام. چی؟ گفتم خوب به هم میام. احمد جوان خوب به نظر میام. آره؟ خوشونم سر رفت باشه ها این رو بازی کنیم. اونا رو زرشون کنیم که با هم صحبت کنن. خودمون دوتا بازی میکنیم. شما اهل تهران هستی؟ بله، من متولد تهران هستم. ولی 7 سالم بود که عازم اصفهان شدم. چند سال پیش پدر مادرم فوت کردن و من مجبور شدم بیام تهران. میخوام از خواهرتون و دکتر خواهش کنم که شما رو بیشتر ببینم. از شما تمنا نمیتونم این کارو نکنم. چرا؟ فکر میکنم شما جوون فهمیده باشید. یک کس که به شما بگم خود بفهمید. بنابراین ناچارم اصلا رو پیش خواهش بکنم. شما این مبود پیش خودتون خواهید گفت تا اینکه چند سال بیشتر نیست شما میشناسم. چطورم اسرارتو میتونم به شما بگم و چون خواهش شما رد میکنن مجبورم که دلیلش رو براتون تعریف کنم و شما باید که قول بدید که این جریان رو برای کسی تعریف نکنید. مطمئن باشین. من یک شخصی دیگه علاقه دارم. تو این حس نمیتونم کسی کسی دیگری رو بکنم. خیلی نادرم. شما در اصلا چقدر با هم تشویق میکنید؟ بهار، ساعتی درست نگذاری؟ خود شد که یادم انداختی. نادرت میخوام. چون دست پیان دارم بایستی که دیر کرده. خدا حافظ. خدا حافظ. خواهش میکنم. بفرمی. نه دیگه، اگر اجازه بدید مرخص میشم. چه عجله ای احمد خان، کاری داری؟ کاری که ندارم، ولی مزاحم نمیشم. اختیار داری. اگه کاری نداری، بگو قریب بازی کنی. اگه مزاحم نیستم، حرفی ندارم. نه، خیلی هم خوشحال میشی. بسه زمین خواهش میکنم. متشکرم، مرسی. مکتو بازی نمی کنی؟ گفتم مکتو بازی نمی کنی؟ نه، حوصله‌اش ندارم، شما بازی کنید. خب، چی بازی کنی؟ پوکر خوبه؟ متاسفانه هیچ بلد نیستم. راست میگی؟ پس من بازی کنی، بلدی؟ یک کمی. میتونم بپرسم یه سر شما با هر چیشی با هم صحبت میکردیم؟ حرف مهمی نبود. محرمانه است؟ خب، حق داریم برای اینکه هر دوتون جوونیم. منو بگو که یک عمر باید با این کر نفهم زندگی کنم. ندرسی، نمیفهمه. تا صورتم بهش نباشه اصلا متوجه نمیشه که من حرفی میزنم. باور نمی کنی؟ تماشا کنین و بخندی. دکتر با تو هم الاغ نفهم. با تو هم مزاحم زندگی. جواب نمیدی؟ میدونم، برای اینکه کری. آدمی کردم که نمیفهمه جواب بده. دیدی؟
انگار نه انگار که حرفی زدم. خانم برعکس تصور شما نه تنها هیچ خنده نداشت بلکه اصلا از این کار خوشم نیامد. چه نمیداری؟ خود چون نمیفهمید؟ چون نمیفهمه شما باید سوء استفاده کنید. باید همچین آدم خوشقلبی باید اینطور رفتار کنید. من از اون ساعتی که او رو دیدم مهری از او به دلم آمده. ولی شما نزنی من شب روز باید با اون باشم. ولی شما چند سال پیشتر با اون میشه ولی دیگه اصلا اینو ندید. احمد من همین جوانم هزار آرزو دارم. لحق ندارم مثلا سر بیرید باید یه راه چر برون زندگی کردن مگه آسونه؟ نه آسون نیست ولی مجبور که نبودید با او ازدواج کنید. اون وقت اون جوان بود کر نبود در اصلا یک تصادف گوشش کر شد. از اون وقت آنه به هیچ چیز دنیا غیر از کارش توجه نداره. ببخشید خانم چه اختیاریه که من خصوصیات زندگی شما رو بدونم؟ برای اینکه میخوام بیشتر از این با هم دوست باشیم. تحصیل از دوست از دست بریم. آخه به شخصی مثل دکتر چطور آدم دلش میاد خیانت بکنه؟ من یا شما کسی که وجدان داشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه. درست نیست. چرا درست نباشه؟ حالا میدونم که درست میشه. مثلا شما وقت بلدی؟ اتفاقا بلد نیستم. حالا میدونی که الان از کنش اجازه میگرم که با شما درختانی یادتون بدم. دکتر پیشتر عمدها رقص بلد نیستم. فکر میکنید بعد آدم رقص بلد نباشه؟ چرا بده؟ پاشو یادشون بده. خیلی خوب الان یادتون میدم. ببینی پاشو. ببین الان یادتون توجه فرمایید. خیلی خوشبختیم و افتخار داریم امشب مهین شعله که یکی از هنرمندان هستن به اینجا تشریف فرما شدن. بعضیشون تقاضا میکنن که ما رو سرگرم کنن و همچنین برای ایشون چون میدونستیم تشریف میارن برای ایشون لباس تهیه کردیم. از بس چه زود با هم جور شدیم. من که این روزو خیلی خوشحالم. در عوض من ناراحتم. چرا؟ برای اینکه به شخصی مثل دکتر دارم خیانت میکنم. برستون بابا بسی احمد چرا از وقت خودت حق نمیزنی؟ مهری فرد شب کجا میدیم؟ فرد شب؟ مزل ما چه خبر من دیم؟ من نمیزنی فرد روز تولد منه. من خیلیتر هم لابوت حالا هدیه‌ای هم برام خریدی. بس میتونه میدونستی؟ من دکتر نگفتی؟ لابوت فراموش کرده. فرس حالا چی میخوایی هدیه برات بیارم؟ یه گردنبند الماس خوبه؟ یه گردنبند الماس؟ احمد جون میدونی چقدر پول میخواد؟ تو قصه پولشو نخور. اگه خوشت میاد برات بخرم. آخه احمد تو کاری نداشته باش. اگه مایلی برات بخرم. بچه میله تو Thank you.
وقتی؟ آره خوب بود. بچه جون کفش منو میخواستی پاک کنی؟ پول میخواد بهش بده بره. آره پول میخوای؟ چقدر پول بهت بدم خوبه؟ چرا جواب نمیدی؟ اسم چیه؟ بیچاره به نظرم لاله تفلک. بیا تو پنشوان مال تو. وقتی که چیکار میکنی؟ پول میز رو بده بریم. خوبیه؟ بله. میخوایی برقصیم؟ بگم نیمه. دیگه نرفتی با نمیدونم باهات بینگه کارت دارم. این معنی نداری که با این پسر اینقدر گرد گرفتیم. فکر نمیکنی مردم حرف میزنه؟ پس میخواستی با من حرف میزنی جواب ندم؟ مهمون ما حرف داری اینه که نمیدن اومد پاسو بهش میشست بونی. این چه حرفی میزنی؟ خودت بهتر میزنی که من اصلا به اون علاقه ندارم. من برای خودت میگم نمیخوام مردم تو سرت حرف بزنم. مطمئنی که دلت برای من سوخته؟ مخلی چی رو؟ دلت برای من سوخته بده. خوابی چرا سر تو پایین انداختی؟ شاید به کسان که من فهمیدم تو چی هستی و چی کار میکنی. شاید میترسی من رو با چشم تو چشم من بیافتی. چه جواب نمیدی؟ من میدونستم تو دوست هستی حتی آزه نبودم نگاه هم بهت بکنم. هم تو من گور زدی به من نگفتی چی کار هستی. از تو پستر کسی رو در زندگی ندیدم. بیشرف برو تو دیگه دم از شرافت نزد. با چه جرأتی تو کلمه شرافت رو به زبونت میاری؟ معنی شرافت میدونی چیه؟ به خدا نمیدونی.
اگه میدونستی زندگیت از این بهتر بود. میخوای بدونی پستر از من چیه؟ تو پستر از منی. مگه تو نبودی که به شوهرت خیانت کردی؟ مگه اون بهت بدی کرده بود؟ نه، من میدونم. اون وقت چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ به من دست دادن فهمید آمد چیزی؟ اتفاقی برات افتاده؟ از حتی من رنجیدی؟ پس چی شده؟ مادرم مرد. مگه نگفتی مادر نداری؟ تنها امید آرزوش من بودم. اون وقت حتی یک کاغذ براش ننوشتم. همه چیز حاضره. برو پایین الان میام. بسیار خوب. کدومتون سر صدا را بندازین یا خیال جنسی داشته باشین سر کارتون با اینه، فهمیدین؟ ببخشید تعطیل شده، فقط یک دقیقه کار داشتم. چون شما نمیشه تعطیل شده. بعد از اون تشکر. میتونید مشغول باشید. من از اینجا همه را موازنم و هرچی مسکول شدی بزن مغزشو داغون کن. مدیر اینجا کیه؟ من هستم. چی بود؟ هیچی، میخواست تلفن کنه کارشو ساختم. خوب کاری کردی، مواظب بقیه باش. یالا زود در گاز صندوق رو باز کن یا میگم حسن آقا بیاد خدمته. یک جلو دستی یالا یکی آسان دیگه به ما مشروب شده. ببین چی میگم، خیلی خونسرد سوار ماشین شو ببر بزن تو خیابون فردوسی تا ما بیاییم، فهمیدی؟ بله، چشم. Thank you.
شد با لبخند تو جان پرور نگاه من به تو اون چشمان خود پرست تو گردیدم اسیر دست تو می‌کنین خودت. آره. حالا اون رو ببینم اوقات تخت شده؟ نه. بابا خودش گفت ببرمش گردش. منم نخواستم دلش بشکنه، قبول کردم. آره جون تو نخواستی. اگه منو تو دوست داشتی، ازت خواهش کردم مهدار پیش خودت نگه داری، قبول می‌کنم. آخ احمد جان، من گرد بچه داری نیستم. اصلا حوصله این کارا رو ندارم. چرا هرچی یه خورده زحمت داره حوصله نداری؟ اما صحبت تفریح باشه با سر میدویی راستی میدی هیچ دلت برای مهداد نسوخت؟ نه نسوخت. تو رو اگه از مرد نجاتت نداده بود دلت نمیسوخت. چرا تا دیگه همش ازم بهانه میگیری؟ اصلا میدونی چیه؟ فکر این که اصلا خسته شدیم. فکر میکنم بهتر رابطمون رو قطع کنیم. تو خسته شدی بهانه گیریام برای همین. ممکنه اینطور باشه. نمیدی؟ مهر جان زهر مار باز این شر سرخر اومد. دکتر چه زور اومدی؟ بیکار بودم اومدم. احمد حالا چطوره؟ به تو چه اولاغ نفهم فرسی حال شما چطوره؟ چرا اینجا نمیمی؟ برای اینکه تو شر بیشعور مزاحمی. اتفاقا الان من همینو بهش گفتم جونتون. بس کن مهری. چیشی رو بس کنم؟ بذار گوشو بند کنه بره. دکتر چرا نمیای بنشینی؟ خفشو بی شرم پر. اینجا منزل منه. تو گوشو گم کن تا از دستت راحت بشم.
گوش میکنید؟ آره، میشنوم. خدا خواست اینطور بشه تا تو پس فطرت رو بشناسم. احمد، تو چرا؟ تو که اینقدر نامرد نبودی، پس چرا به من خیانت کردی؟ احمد، هر چی شده باز فکر میکنم تقصیر تو نباشه. برای اینکه میدونم موجودی پستر از این زن وجود نداره. چی شده؟ چه خبری؟ باهار توی؟ تعجب میکنی که من میشنوم؟ بله، نه تنها میشنوم، بلکه خیانتهای خواهر تمام پیش چشم من روشن شد. تو حالا چی میگی؟ فقط دست احمد رو بگیر و برو. دیگه نمیخوام روی هیچ کدومتون رو ببینم. خیلی خوب. اصلا خیلی وقت بود که میخواستم برم. ببینو همه. تو هم اگه خواستی با ما بیا بریم. وگرنه هر کاری دلت میخواد بکن. من که به او بدی نکردم، من که در زندگی به هیچ کس بدی نکرده بودم، همیشه میخواستم او شاد و خرم باشه، پس چرا خیانت کرد؟ دست و منو تنها گذاشت. نبکر، شما تنها نیستید. من همیشه تا موقع که شما بخواهید پیش شما هستم. دوستان من نخونی؟ چشم دیگه چی؟ هیچ وقت خونه نیستی. وقتی هم که خونه یا روزایی میخونی یا به رادیو گوش میدی. وقتی کار دارم بیرون نرم؟ چه کاری که شبونه کشم بیرون؟ بیشتر وقت که میرم مهزادو ببینم. اگه دهتا به بیر نگستم برش رو بیر همینجا. چرا؟ ولی نمیخوام اونجا باشه. چرا؟ لابد دلیلی داری که نمیخوام. میخوام مهزاد. مهزاد، مهزاد، مهزاد. این دیگه کی بود؟ خفه شو. چی گفتی؟ گفتم خفه شو. احمد یک دو مرتبه راجع به مهزاد اینطوری صحبت کردی، من میدونم تو. کیه؟ بچه هم منتظرم. اون دو نفر رو که گفتم میشناسی میان؟ بله گفتم، سر ساعت جلوی همین کوچه حاضر باشم. بهشون اطمینان داری؟ کاملا. خیلی خوب، من میرم نیم ساعت به وقت مونده برمیگردم. چیزایی که گفته بودم براش خریدین؟ بله، هنوز ست من از تون پیش من هست. مانعی نداره، حالا دستتون باشه تا بعد. خیلی خوب. مهزاد جون، بیا بابا، بیا پیش من ببینم. بیا ببینم حالت خوبه؟ جات خوبه؟ آره، راحتی؟ دلت برای من تنگ نشده بود؟ منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. آره، اگه ببینی چه چیز خوبی برات خریدم. آره، یه چیز خیلی خوب. حالا اون اسباب بازی رو بیاریم. چشم. آره، یه چیز خیلی قشنگه، اینقدر خوشت میاد. آره جونم، حالا میبینی. ببین باها، شما اینجا چی کار میکنین ها؟ این عوض عرفوز پوستیته؟ نه، راستی از کجا اینجا رو پیدا کردی؟ از کجا؟ خب، پیدا کردم دیگه. راستی مهدا حالش خوبه؟ آره، خوبه. این روزا حرف زدن یادش میدم. ببین، مهداد، بگو احمد. احمد. تفلک، هنوز خیلی برات سخته. اما دارم راجع به مهداد با تو صحبت بکنم. بدونی از وقتی که مهدی رفته دکتر خیلی ناراحته. من فرستاده منزل خالم. ولی دلم میخواد پیش دکتر بمونم و بهش کمک بکنم. خجالت نکش، بگو دوستش دارم. ولی دکتر میگه موندن من ممکنه که باعث بشه مردم پشترمون حرف بزنن. خب این چه ربطی داره به مهداد؟ الان میگم، این طوری که معلومه تو وقت زیاد نداری از این نگهداری بکنی. خب، اینه چیه؟ اگر اجازه بدی ببرمش منزل دکتر، مثل برادر ازش نگهداری بکنم. اون وقت دیگه نمیتونم پیش دکتر بمونم. درسته که اونجا بیاد از هر لحاظ بهتره، ولی خودت تصدیق کن که من دیگه نمیتونم اونجا ببینمش. ولی مطمئن هستی که اونجا راحته؟ آره، اونو من میدونم.
و من حرفی ندارم، چون میدونم زیاد نمیتونم بهش برسم، اما باید ببینم خودش چی میگه. اگه ممکنه چند دقیقه داد گوش کن عزیزم، میخوام یه چیزی برات بگم. میخوام بفرستمت منزل این خانم که الان اینجاست، خیلی به تو علاقه داره، میخواد برات معلم بگیره، اسباب بازی، همه چی. خیلی راحت میشی، میدونی من هیچ وقت تو جای بدی نمیفرستم، اینطور نیست؟ میدونی نبرم بسر چی هستی؟ الو؟ بله کجا؟ جنرال مود؟ چند نفرم؟ بسیار خوب. الو؟ بگو آقای میرایی با دو نفر پاسبان فوراً بیان به اتاق من، یکی به نمره شخصی هم دم در حاضر باشه، فوراً. Thank you.
دیگه خسته شدم. تا که این بانتا باید رو صورت من باشه آخه؟ دکتر، میگم که امروز اینا رو باز بکنم. من اصلا نمیدونم چرا چشمم اینقدر درد میکنه. چشمم که طوری نشده بود. اگر دکتر اینجاست، به تو هیچ مربوط نیست که اومدن اینجا. کجا؟ بذار بده. گفتم به تو مربوط نیست. دکتر. بهار چرا اینجا اومدی؟ آخه خیلی ناراحت بودم. هر کجا تلفن کردن خبری از شما نبود. فکر کردم ممکنه اینجا باشی. نه نه تو برو برو خودم شب نمیخوام. بهار همینجا میمونه. وقتی این باندها رو باز کردیم، هممون میریم. ما هم نمیخواییم توی این خونه بمونیم. مهدا، منو نمیشناسی؟ من احمدم. دکتر، به نظرم حالا بازش کنم بهتره. اگه از من میپرسید، حالا زوده. میدونی، خیلی ناراحتم. میخوام هر چه زودتر اونها رو باز کنم. بس طوری نباشه که معلوم بشه. چرا اینطور نگاه میکنی؟ من انتقام گرفتی، صورت منو خراب کردی. خیلی خوب، منم اینطور انتقام میگیرم. برادرم رو کشتم. چه کار کردم؟ با من حرف بزن. تو رو به خدا صحبت کن. من برادرت احمدم. حرف بزن. خدایا من خوابم؟ خواب میبینم؟ احمد بلند شو، بعد بگیده کار کنم. باید بشه شد، چه میشه کرد؟ چه میشه کرد؟ چی؟ چرا اینطور نگاه میکنی؟ چرا؟ برای اینکه باعث بدبختی من تو هستی. برای اینکه تو باعث شدی که من برادرم رو بکشم. بابا، من تقصیر ندارم. مثل اینکه امروز روز انتقامه. انتقام ما دو برادر باید از تو گرفته بشه. رب کن بابا، تو رب کن. رب کن. Thank you.
هر کسی رو بیاد میزنم میزنم. احمد تصمیم شو خود تو به کشتن نده، منو نکشتی، تصمیم شو سرعت دارید یک جلو گفتن جلو نیا جلو نیا خودم نکنید به خدا میزنم